قدرخان 5 روز گذشته از زلزله خوی و همونطور که در تصاویر دیدیم مردم هنوز چادر ندارن، اینقدر وضعیت رسیدگی به اونها ضعیف هست. چرا جمهوری اسلامی اینطور عمل میکنه با اینکه این همه سال تجربه داشته، میدونه که ایران یک کشور زلزله خیزه، باز هم امداد رسانه است به این شکل؟ درود به شما و مخاطبین محترمتون و عرض تسلیت به مردم عزیز خوی به خاطر اتفاقات اخیری که افتاده. ببینید، ما 5 روز در واقع این اخبار رو داریم میشنویم، اما در آذربایجان غربی از 2 ماه پیش داره زلزله میاد. اخباری که در رسانه ها منتشر میشه اینه که شرایط مردم از مهر ماه تا الان در همین وضعیت، یعنی شرایط زلزله بوده. برخی اقلام هم بین در واقع مردم پخش شده، اما آن چیزی که مسلمه این که مدیریت زلزله، مدیریت خطر و مدیریت پیش از بحران و خطر در ایران وجود نداره. ببینید، دولت موظف مردم رو آموزش بده، اما متاسفانه نه به مردم آموزش میده نه حتی متولیان امر. الان میبینیم خودشون تجربه دارن. ما زلزله های بسیار زیادی رو از سرمون گذراندیم، چون ایران یک کشور زلزله خیزه. 80 حدوداً بر اساس در واقع آماری که کارشناسان میدن، متخصصان میدن، 80% مساحت ایران در معرض زمین لرزه قرار داده. دلیلش هم وجود گسل‌های شناسایی شده یا شناسایی نشده است. پس در این جغرافیا باید اولویت برنامه ریزان شهری و کشوری نحوه واکنش به موقع به این موضوع باشه. برای پاسخ به موقع به مسئله زلزله که متاسفانه یکی از خسارتبارترین و معمولترین حوادث هم هست در ایران، باید برنامه ریزی صحیح داشته باشیم. یعنی علم زمین شناسی باید به کمک مدیریت بحران بیاد، در حالی که ما این اتفاق رو نمی‌بینیم. قبل واکنش ما نیاز به برنامه ریزی داریم، نه اینکه وقتی حادثه اتفاق افتاد در واقع کاسه چه کنم دستشون بگیرن و بخوان برن یا جنازه جمع بکنن یا بخوان آوار از روی مردم بردارن. کلن در مدیریت شرایط اضطرار یک ادبیاتی هست به عنوان کاهش خطر، و زمانی هم که خطر میخواد اتفاق بیفته کم کردن اثرات اون خطر هست. اما اینها اصلا در مدیریت اضطرار در کشور ما تعریف نشده. من میخوام مقایسه کنم با کشوری مثل ژاپن. ما که شرایطمون از ژاپن بدتر نیست، ولی ببینید هیچ وقت در یه همچین بحران‌های، یعنی با توجه به زلزله خیز بودنشون، اینطور مثل ما غافلگیر نمیشن. ما به جای اینکه به این برنامه ریزی بکنیم، به جای اینکه مردم رو آماده بکنیم، آموزش بدیم بهشون، میبینیم که نهادهای امنیتی حکومتی، برخی از حتی نمایندگان مجلس یا افراد در واقع میشه گفت ریش سفیدان، یا حتی گروهی از مردم میان نماز وحشت میخونن که زلزله نیاد، یا پای منبرهاشون میگن مردم نماز آیات بخونن، خانم ها حجابشون رعایت بکنن. این نشون میده که ما هیچ علمی در مورد حادثه در کشور و خطرات طبیعی که برای هر کشوری اتفاق میفته نداریم. و متاسفانه به جای فرهنگ سازی، به جای اینکه مردم رو آماده بکنیم، به جای اینکه ساخت و ساز در منطقه رو درست بکنیم، مردم محلی آموزش ببینن، میایم کارایی رو میکنیم که هیچ لزومی نداره. از طرفی ببینید در این 2 ماه گذشته که زلزله اومده در اون شهر، باز هم مردم رو آماده نکردن، باز هم هیچ آموزشی به مردم ندادن که مردم آماده باشن که اگر زلزله شدیدتر اومد چطور باید باهاش برخورد بکنن. یک مسئله دیگه اینه که متولیان در واقع چند دسته و پراکندگی متولی در امور مربوط به زلزله داریم. برای نمونه من شهر تهران رو مثال میزنم که سالهاست دارن در مورد هشدار میدن که اگر زلزله بیاد با یک فاجعه مواجه هستیم. به غیر از شهرداری تهران، بیشتر از 80 نهاد دیگه هستن که شهرداری باید زمان بروز زلزله اونها رو هماهنگ بکنه. خب این نشون میده پراکندگی هر کدوم از اینا مدیریت خاص خودشونو دارن و همه اینها چند دستگی رو نشون میده که خب در زمان بروز زلزله مردم از همه اینها بی اطلاعن. و یک مسئله دیگه که واقعا باید بهش دقت کرد، مسئله بی پولی مملکت در این شرایط و مشکلات سخت اقتصادیه که حتی اگر هلال احمر هم بخواد اقدام درستی بکنه که به عنوان اصلی ترین و اولین ارگان برای امداد رسانی به مردم، پولی در دستش نداره که بخواد به مردم کمک بکنه. و گرانی اقلام امدادی این روزها یکی دیگه از مسائلیه که متاسفانه بهش اشاره نمیشه و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته. مسئله همین چادرهای امدادی که به مردم میدن، شما اگر دقت بکنید در این سالها چقدر قیمت تمام این اقلام امدادی هم گرون شده و امکان دادن چادر به مردم نیست. از طرفی اشاره کردن مسئله سوخت هست، مسئله گرمایش هست، ما الان با بحران سوخت در کشور مواجه هستیم. ما همزمان میبینیم که ارتباط با نهادهای بین المللی مثل صلیب سرخ هم خیلی ضعیفه و در چه شرایطی نمیتونن از کمک های بین المللی هم استفاده بکنن. دلیل این رو میدونید چیه دقیقاً؟
ببینید ایران الان در یک شرایط بسیار متشنج بین المللی سیاست خارجی و سیاست داخلی قرار داره، یک پارادوکسی داره، یعنی نه در بیرون امنیت داره، یعنی نه نهادهای بین المللی بیرونی به رسمیت دیگه میشناسنش، مشروعیتش تا حدی از دست داده و نه در واقع شرایط داخلیش مناسبه. به هر حال ما زمان در واقع همه‌گیری کرونا دیدیم که وقتی میخواستن به کشورمون کمک بکنن و واکسن به کشور صادر بکنن، رهبر جمهوری اسلامی جلوی کمک‌های بین‌المللی رو گرفت. خب چه توقعی میشه از نهادهای بین‌المللی داشته باشن؟ اونا الان در این شرایط خیلی از کشورها در حال در واقع فکر هستن برای اینکه سفراشون رو از کشور خارج بکنن، چون امنیت براشون نیست. جریان در واقع اخیری که در مورد سفارت جمهوری آذربایجان رخ داد، به خیلی از در واقع کشورها ترس دارن از اینکه اگر نیروهای امدادی وارد کشور بکنن با چه شرایطی مواجهه. هر کسی که در ایران پاش رو میذاره و میخواد کمک بکنه، چند وقت بعد به عنوان جاسوس دستگیرش میکنن، براش دادگاه‌های در واقع آنچنانی تشکیل میدن، به عنوان گروگان میگیرن. خیلی طبیعیه که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی جرئت نکنن حتی نیروهای امدادیشون رو به ایران بفرستن، غیر از اینکه وقتی نیروهای امدادی رو هم میفرستن، کمک میفرستن، مثل نمونه واکسن کرونا جلوی اون در واقع ترخیص کالا رو میگیرن یا اجازه در واقع ورودش رو نمیدن یا اینکه جلوی در واقع توزیعش رو بین مردم میگیرن. متشکرم از توضیحاتتون. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریر ایران وایر، از تورنتو همراهمون بودید.